ما یه صحبتی داشتیم در مورد انسان رانده شده، انسان متروت یا جهان دوور شده، جهانی که یک بر انسانهایی هستن که ما پذیرفتیمشون و یک بر انسانهای دیگه آنور و اینور، به قول گفتنی در ادبیات قدیمی ایرانی، ایران باستان، انسانهایی که در یک بر پذیرفتیمشون و انسانهایی رو که در سمت دیگه مطرودشون کردیم و برای این مطرود کردن برای خودمون حق قائل شدیم که بله ما به دلایل خاص این انسان رو مطرود میکنیم. و بعد از اون سو خب این توی جلسه اول تا یه حدودی مطرح شد و بعد ما جلسه دوم و سوم دنبال این گشتیم که چطور انسان رو از نام میفته، نه تنها طرد میشه بلکه از ادبیات و از کلمه و از بیان هم میفته به یه نوعی یک انسان بیشناسنامه بدون هویت و بدون نام که اسیر گرسنگی و عرضم بزرگ شما اعتیاد در مناطق حاشیه شهر ما زندگی میکنه. امروز میخواستیم اگر بشه یه مقداری در مورد این کودک انسان و سرنوشت تلخی که داره، حالا خصوصا در مورد دختر بچه ها و زنانمون صحبت کنیم که بیشترین واقعا رنج رو به قلب و جان ما میدن وقتی ما زنان و کودکانمون رو در این وضعیت شرم‌آور و تلخ میبینیم. خب رقم متاسفانه حاشیه نشینی در ایران داره روز به روز بیشتر میشه و ما در مورد این رقم، در مورد این وضعیت هر کاری هم که کردیم توی جامعه انگار هر روز مثل این است که شما با یک میل کوچکی به پشت بام برید و تلاش کنید که مثلا برف روبی کنید ولی برف بیامان بباره و به یک عبارتی سرخورده برگردید. این فضا فضایی بوده که ما توی این 25 سال باش دوچار بودیم. من به عشق و علاقه و حسنی که نیما داشت به این بچه ها با سوگند به شب شروع میکنم. امیدوارم که خداوند کلمات مناسب رو به من بده. واقعا کلمات سنگین و عاجزه برای بیان درد انسان. انسان تنها موجودیه که کلمه داره، انسان تنها موجودیه که با کلمه خودش رو بیان کرده، چون زجر میکشه، چون رنج میکشه. یک صحبتی آناکسیمندر داره که در یونان قدیم که این انسانه که بچهش تنها موجود عاجز جهانه. هر حیوانی، هر پدیده‌ای که به دنیا میاد به سرعت سر پا میشه ولی فرزند انسان بی سر و پا منتظره تا پدر و مادرش پدر و مادری کنن در حقش. انگار آناکسیمندر یک فکری داره که تکامل کودک انسان در سایه عشق به یه عجز رسیده، یعنی انقدر پدر و مادر بر این فرزند رسیدن که فرزند انسان تا 2 سال ناتوان از راه رفتن و حرف زدن و بسیاری از مسائل دیگه است. من میخوام به یه شب تاریک برم که هر پدری این شب تاریک رو داره. در سال 1376 روزی که سر در آخر ازدواج کردم و پاسخ بودنم رو بجله خدا فرزند دختری داد، چشم روشنی من در این معنای زندگی و شیفته هم اینها تو اولین بیماری فرزند به هم میریزه. یه لحظه همه چیز رنگ تلخ به خودش میگیره. دختر رو تبزه آدم رو به آغوش کشیدم، با همسرم راهی بیمارستان شدیم. همه مهرم رو در محیط شرمنده بازوانم جمع میکردم. میدونید واقعا
انگار که میخوای بگی از بچهت معذرت خواهی کنی که تو رو به این جهان آوردیم. یه ریاست فلسفی ما همیشه تو زمانها داریم. در گوشش ذکر میگفتم که نترس، از این شب تب زدن میگذریم، برای اینکه من پدر تو هستم. به بیمارستان کودکان میرسم، از بلای اوژانس پایین میرم. این بیمارستان طالقانی نمیدونم کیا رفتن. وقتی چند تا پله پایین میری یه روح زندگی هست، پدر و مادر و یه ارزم بزرگ شما فروشگاه کوچیک نمیدونم چی بهش میگن که داره اسباب‌بازی میفروشه. دم درم یه کسی هست که داره اسباب‌بازی میفروشه، یه فضایی که دقیقا پدر و مادر توش راحت غارت میشن. اولین بیماری بچه رو خب ما داشتیم، به سرعت خودم رو میرسونم به اتاق طبیب از میون اون همه فرزندای تب زده. نوبت که میرسه عرضم به حضور شما، خب بچه‌مون رو میبریم، تبش رو نشون میدیم، بیماریش رو نشون میدیم. دکترم میاد میگه که این مثلا نگاه میکنه انگار داره به صورت یک آدمی نگاه میکنه که انگار این آدم یه جوری، حالا واژه پیدا نمیکنم، سوسوله، انگار مامانمیناست و داره با بچهش هم مامانمینا برخورد. میگه هیچی نیست، یه بیماری ساده فصلی. با تمام غم میپرسم خب بچه چرا انقدر گریه میکنه؟ دکتر میگه گریه کودک طبیعیه، علامت سلامتیشه. خب با کیسه دارو بیرون میام، سال 76ه، بیرون میام، یه چراغ چشمک زن راهنمای رانندگی اون بالا هست، نمیدونم دیدید، این چراغ چشمک زن زرد میشه، سبز میشه، قرمز میشه. یهو به یه نوزاد پتوپیچ شده میرسم. این پتوپیچ شده مثل پتوپیچ شده قرمز، مثل پتوپیچ شده قم فنزر، نور چراغ قرمز پلک میزنم، میرسم رو صورت کودکی که تو بغل پدره، که نوزاد، بلکه نور زرد درست مثل سجاده پیچیده شده در کنار قرآن آینهی بر تاخچه احترام. در چشماش، نه چشماش بسته بود. از پدر میپرسم بچه چی شده؟ میگه فرزندم تب کرد، من پول ندارم بستریش کنم. دستم به تبرک چهره اون نازنین بالا میاد، با اشاره بر پیشونیش تب داغش انگشتای دستم رو میگزه. پلک سبز چراغ راهنما، فرزند من خوب شده، بذار پدری رو پشت این بیمارستان معطل نکنم، هرچی پول دارم میدم تا این بتونه بره به بچهش سرپا کنه، ببره بخوابونه تو بیمارستان. خب پدر تشکر ساده میکنه، ما دور میشیم. وقتی دور میشیم میبینیم به بیمارستان نمیره، شعبده بازی که در پتو پیچ معجزه بودن معصومیتی رو بونما کرده، تا در شب درد بی درمون این شهر از آبران اسکناس درهم کنه. به ماهای بعد دوباره برای بچم، برای بیماری فصلی به بیمارستان میام. همون مرده، همون پتو، همون وز، با این تفاوت که اون نوزاد قبلی دیگه با آغوشش نیست. این بچه کی از کجا آورده؟ امروز دیگه میدونم اون بچه چیه و کیه، چون فنتالین رو میشناسم، چون رگ گرفتن نوزاد کوچیک رو میشناسم، چون ترکیب هروئین و مواد مخدری رو میشناسم که به سکوت بچه ای میدن و یه مرد سراپا و مرتب با نمای معقول راه دلسوزی مردم رو بگیرم، تا با این این ترکیب شیطانی کاری کنه که بچه بدبخ از کلیه بیفته، به اغما بره، به تب بیفته. میدونید
روشان کوچولو وقتی به دنیا میاد یه روز دیگه حوالی هفته تیر پایین قل عابر با خانومم یک خانومی رو میبینیم، ترمو به صورت ریخته، ترمویی که من میدونم اعضای جمعیت میدونن موی سلامت نیست، موی شپش زده است، موی فقره، موی فساد. یه بچه به بغل داره با یه عالمه سبزی های خورد شده. خانومم میره سراغش، بازم این بچه تب داره، ترکیب مخدری که فقط بچه رو به اغما و تب میاندازه و 6 ماه حد اکثر به این بچه فرصت زندگی می. خانومم میگه این بچه چیه؟ چی کارش کردی؟ از کجا آوردی؟ فوری زخم عملش رو نشون میده. میگه تازه از بیمارستان اومدم. بچه هم خیلی کوچیکه، معلوم نیست چند ماهشه یا چند روزشه، یا حتی من نمیدونم به سالم بگذرن مگه اینا قد میکشن تو این وضعیه؟ مگه شیری هست؟ مگه زندگی هست؟ زهرای ما، خانوم من، آدرس این خانوم رو میگیره. ما توانی نداشتیم در اون موقعیت که این سال 76 بود اولین داستان و این سال شاید مثلا 8-9 سال 10 سال بعدش، توانی نداشتیم که این بچه را از آغوش این زن بکنیم. فقط آدرس میگیم، آدرس بده، ما بیایم سراغ بچه‌ت، ما میبریمش بیمارستان، ما بستریش میکنیم، فقط آدرس بده. آدرس میدم، کش میایم تو محله های تاریک و تلخ که همیشه توش کش اومدیم، کم نیست زیاده، این محله کم نیست زیاده. اسم این بچه را مادرش میگه فاطمه. از این فاطمه ها کم نیستن، زیادن. نامشون رو از کجا این زنان بر روی این بچه ها میذارن؟ از اون غریب شاید این نام رو گرفتن. با همون حرفی که نیما شروع کرد، سوگند به شب، وضعیت کوچه که وضعیت یکی از این بچه ها، وضعیت یکی از این کوچولوها. ما توی خیابون از صبح تا شب میگردیم تا خونه اینا رو پیدا کنیم. هر خونه ای که میریم یه داستان داره، داستان به داستان بعدی. اینجا بود رفته دوتا کوچه پایین تر، دوتا کوچه پایین تر نیست، اون محله است، شوهرش گرفتن، شوهر نداره، آقا به شما دروغ گفته، اون بچه خودش نیست. کدوم رو میگین؟ اون زنه که زیر پل میشینه؟ داستان پشت داستان. پایین تر که میریم رو سقف آسمون دیگه هواپیما دارن سر میخورن. به خدا قسم الان یهو یاده یه عزیزی افتادم، یاد پونه افتادم. نیما، حالا حس پونه هم اومد تو ذهنم، شاید لازم باشه یه اشاره هم به این عزیز داشته باشم. خب خانم، خانه ها میگرد، هواپیما که سر میخورن رو آسمون، منم دوباره این فلج اعصابم میگیره، خیلی جا بیدلیل میگیره، رو زمین میشینم بیحال. فاطمه هیچ شناسنامه‌ای نداره، هیچ خبری، انگار دزدی شده، انگار یه جایی اومده. چرا باید نگاه به کودکان و زنان این باشه؟ یاد بعدها که الان مرور میکنم، وقتی 25 سال از جمعیت گذشته و مرور میکنم خاطرات رو، به همش عذاب و رنج میشه، از خودم میپرسم که چرا باید فرزندان سرزمینم یا بر سفره اعتیاد به دنیا بیان؟ تون پتو پیچای واقعا تلخ، تون بو گرفتگی های خونه ها، خمار یه خون عفونت کرده، یا وقتی به دنیا میان از خون معتاد باشن، یا بخوریه یه خونه بشن، یا فروخته بشن، یا وقتی بزرگ میشن، عرضم به حضور شما، به گدایی، به فحشا مشغول شن، تا آخرش برسه به این داستان که
بدویم ارزش زن و کودک سرزمین ما کجاست. من بعضی اوقات بعضی داستانها یادم میاد از تاریخ، از کتابای قدیمی که خوندیم، انگار مردا سر گذر به خانه های زنان میرفتن، بر اجاقشون مینشستند و فرزنددارشون میکردند و میرفتند. اگه اجاقی کور بود که کور بود، اگه نه اجاقی روشن بود، مردی با یه تکه گوشت میومد و میرفت. مردان اهلی نبودن، زنان بودن که مردان را اهلی کردن. درست مثل همه حیواناتی که ما اهلی کردیم، مردان اهلی نبودن، زنان بودن که اهلیشون کردن. وقتی که زنان خانه ساختن، یک جانشین شدن به خاطر بارداریشون، به خاطر آبستنیشون، وقتی که قرار بود نوزاد انسان رو به دنیا بیارن، مردان می رفتند و می اومدند. بعد دیدن که زنان دام رو اهلی کردند، زنان کوزه ساختند، انبار ساختند، غذا می پزند، پخت و پز دارن، خانه دارند، و مردان آروم آروم به خانه ها نشستند. ما ایلات داشتیم، تبار داشتیم، مادر تباری داشتیم، تا بعد مرد سالار شد. سالاری که در گفتمان ذهنی خودش سالار بودن رو هم آورد. بگذارید من این داستان پردرد رو یک مقداری قطع کنم با صحبتهایی که نیمای عزیز کرد. چرا باید وقتی یه بچه توی مدرسه میره، یه دختر بچه مثل سوگند، نپذیرنش؟ کدوم ماده و قانون و مطلب، کدوم نامه ها، کدوم نوشته ها، کدوم اشاره ها باعث شده که ما زنان رو از خانه بیرون کنیم، کودکان رو از خانه بیرون کنیم؟ چه نامه هایی باعث شده؟ این نامه ها کجاست؟ این نامه ها رو کی نوشته؟ گریستن کودک، حالا من تو اون بیمارستان داشتم میگفتم، دکتر به من گفت گریستن بچهت که انقدر زیاد میگریه دلیل سلامتی بچه تو. ولی این بچه ها تنها چیزی که ندارن این است که حتی حق گریستن هم ندارن. شما وقتی بچه ای رو ارزم به حضور شما در نشتگی متادون میبینید، یا در موادی که به صورتش فوت شده، یا در حالت بخوری میبینید که در خونه همه دوروریا کشیدن، این دیگه در یک اوهامی به سر میبره. و وقتی هم که به خماری میفته، یعنی کسی نیست که تو صورتش دود فوت کنه، این بچه توانی نداره برای گریستن. گریستنی وجود نداره. علائمی که انسان امروز باش درگیره، این بچه ها باش درگیر نیستن متاسفانه. و این اون داستان تلخیه که یه موقعی توی خیابون جلوی راه ما رو میگیره. یعنی انواع و اقسام کودک آزاری هایی که سر چهارراه ها جلوی راه ما رو میگیره. حکایت چهارراه ها حکایت همون سراتیه که شاید در ادیان بهش اشاره میکنن، پل صراط، مردمی که پشت چراغ قرمز وامیستن و ناگهان زنانی کودک به بغل، کودکای خوابیده، کودکای فراموش شده، کودکای گنگ و گیج در کنار ماشینهای ما میان سر چهارراه ها، تون چراغ قرمز تا چراغ سبز شدن. حالا شروع میکنن، عرضم به حضور شما، گلی گرفتن به دست، عرضم به حضور شما فال حافظی برای ما بفروشند، و ما از کنار این کودکان میگذریم. غیر از این که میگذریم، بعضن بوده حالا بچه‌هایی از شهرره ما که اونجا تحقیق کردن، راننده‌هایی هم هستن که با محبت اون گوشه ناگهان پارک میکنن و دختر بچه رو صدا میکنن و بهش پیشنهاد پول بیشتر میدن، و این پول بیشتری رو که اون بچه میگیره و داخل ماشین میاد، تبدیل به یک جور آزار دیگه میشه، تبدیل به یک جور مفاهیم شکنجه دیگه میشه، که بعدن ما میگیم که این دختری که داشت اسفند دود میکرد چرا سر از اون ماشین داره بود، این دختری که داشت فال میفروخت چرا سر از اون پاساژ داره بود، چرا تو این پاساژ وقتی تو اون ساختمون میره، وقتی تو اون مغازه میره، مغازه‌دار عرضم به حضور شما در مغازه‌شو میبنده، چه اتفاقی داره اونجا میفته؟ الان بعضی از بچه‌های جمعیت هستن که یادشونه رفتن دوربین فیلمبرداری یه مغازه شوم رو پیاده کردن و دیدن مغازه‌داری که غلط زیادی با این بچه کرده، حتی
دلش نیومده که خاطره کیف و کوک شدن خودش رو پاک کنه. این حیوانیت که نیمای عزیزم هم اشاره کرد، این که ما کودکانمون رو نامه‌ای براشون نداریم، مفهومی نداریم، در جایی در مورد این بچه‌ها چیزی نوشته نشده. ما مطالبی هم که در مورد بچه‌هامون نوشته میشه یک حاشیه بزرگ عظیمیه که نامه‌های به قول گفتنی دست چپ ما رو پر میکنه. یعنی شما فرض کنید در سال میان میگن بله ما اومدیم کودکان رو جمع کردیم، بله ما اومدیم کودکان رو بردیم کمک کردیم، بعد وقتی به این آقایونی که نامه‌های دست چپ رو پر میکنن، نامه‌هایی رو مینویسن که شما فرض کنید میاد میگید که خب بچه‌ای که توی زندانه چطور میخواد بهش رسیدگی کنه، فوری میرسن یه بوچه تعریف میکنن و یکی بالا بخوره یکی پایین بخوره، که فوری پروژه محور میخوان باز دوباره انسان امروز رو تاراج کنن. این حقگویی در مورد فرزند جامعه ما انگار گم شده، انگار وجود نداره. ببینید الان فرض بفرمایید ما میایم یه جمعیت دانشجویی میسازیم و دانشجوی این مملکت در یه حرکت اجتماعی مجبور میکنیم به سان گاندی که کفن پوشید تا عرضم به حضور شما صنعت نساجی ملت هند بر صنعت نساجی استثماری و استعماری انگلیس فائق بیاد، یک دانشجو کودکی رو به آغوش میگیره و بیمارستان به بیمارستان و بهسیستی به بهسیستی میگرده و بعد جوابی که میشنوه اینه که نامه هایی وجود داره که هیچ کدوم از این نامه ها قرار نیست به این کودکان کمک کنه. فضای عرضم به حضور شما تضاد بین بهسیستی و قانونگذار و زندان و پلیس و همه این مراجع و هزاران صفحه‌ای که نوشته شده ولی هیچ کدوم دوای درد این بچه من در اون لحظه نیست. ما یه مسعود بابایی پیدا کردیم با یه موتور. این آقای باباییش این بهروز وسوقی شده بود واسه ما. هر کیم پشت سرش می نشست، خصوصا من با لوس بازیام بهش می گفتم همسفرم و فائقه آتشینت. با مسعود عزیز در دنیای از خاطرات پردرد خود من فرو رفتیم و بعد زهرای نازنین و زهرا کهران پیوست به ما تا بتونیم محله پاکدشت رو که پدیده به نام بیجه یا بسیجه پیدا شده بود درش، این محله رو واقعا یه جوری سامان بدیم، یه جوری بهش برسیم. اول یه موتور بود، الان شما برید اونجا یه خانه سه طبقه با همه امکانات هست، یه موتور با همون داستانی که خدمتون عرض کردم. یه سوال بزرگ که بیجه وقتی بچه رو میخواست بکشه چند تا با هم میبرد میکشت و یه بچه رو که آزار میداد بچه های دیگه هم میدیدن و در این آزمایشگاه بسیار پیچیده که بیجه شروع کرده برای خودش دنبال این میگشت که چرا زجر یک بچه نمیتونه احساسات این رو برگردونه، چون خودشم بی نهایت تو کودکی زجر کشید. این جمله بود که بیجه گفته من انقدر زجر کشیدم که دیگه زجر کشیدن رنج کشیدن در من خاموش شده. یه حسین جان یه کاری میکنی من از مودریتوری در بیاری، یه سری فکر میکنم دوست دارم بیان شروع کنم به حمله کردن دارن هی از من مرسی عزیزم من خیالم راحت شه، هی این حالت برا من میاد که درستش کردم ما میخوایم بیایم بالا صحبت شما... نه نه اون چیز نیست. آره شما ادامه شما ادامه بید. توی این جای عجیب و غریب تو پاکدشت یه سری خونه های منظم هست و یه سری فضاهای کاملا بی‌نظم و آشفته، همون جهان خاوس در مقابل جهان کاسموس دیگه، یه جور جهان بی‌نظم، یه جور جهان هیولا، یه جور جهان بیرونجا، یه جور جهان اسطوره. در یکی از این خانه ها خانه ای بود که وسط یک صحرا مانند که بهش میگفتم باغ،
چهار تا درخت فرتوت مرده، یک سری گلاب و لجنزار بیخاصیت، یه جور پوسیدگی و یه جور اضمحلال. یه خونه خرابه‌ای واقعا بود، یه چهار دیوار خرابه‌ای که یه آقای معتاد این خونه رو میگردد. حالا من میخوام بقیهش رو اگر شد زهرا تعریف کنه در مورد بچه های دیگه، ولی این آقای معتاد، حالا من سعی میکنم یه اسم عزیزمونم عوض کنم، این آقای معتاد، ما درگیر داستان یکی از بچه ها شدیم. میخوام بگم همونطور که زهرا اشاره کرد، اعتیاد پایان که نداره دیگه. شما اول با یه سیگاری شروع میکنید، بعد سیگاری میشه دو تا سه تا، بعد یواش یواش طلب مخ انسان برای کشیدن بیشتر میشه، خماری ها عذابش بیشتر میشه، نشگی ها لذت بخشتر میشه. لذتی هم که خب به اون صورت نیست برای این آدم، چیکار کنه؟ بنابراین همین طور وارد مواد مخدر میشن، هروئین تبدیل میشه به هروئین و مثلا شیشه، هروئین شیشه کرک، هروئین شیشه کرک ترامادول، همینطور مواد رو به هم اضافه میکنن، کنار هم یاد میگیرن، نه حتی زندان هم که میرن بازم مواد دارن، که خود اینم دردناک. یه ماده ای دارن که از خلافکار خیلی گنده میگیرن، بهش میگن جزیره. حالا مثلا از خونه یه خلافکاری که یه عالمه مواد مصرف کرده تو زندان اینا رو داریم، یا از ادرارش مثلا طرف میگه که این جزیره، یا جزیره هم میگن، حالا خودشون کردن جزیره، من جزیره فلانی رو زدم. یه دنیای واقعا عجیب و غریب و بی نهایت منفور، یه خونه ریخته خراب کابوسوار. بچه های جمعیت میرن میبینن یه دختر 4 ساله تو این خونه است. یواش یواش جمعیت میتونه توی باکتش خونه دار بشه. اسم این دختر 4 ساله رو من میذارم الینا. بچه ها واقعا تلاش کردن که این فرزند ما سرپا بشه. خیلی از من میخوام تاریکی رو بهتون نشون بدم که میگه وقتی از ظلمات به سمت نور یک انسان رو بیار چقدر کار سختیه، چقدر از این نامه های چپ شهرداری و بهسیستی و این ور اون ور انسانی رو بیرون کشیدن، راست قامت کردن و ازش دفاع کردن، چقدر کار سخت. آقای دهقان که خودشون به هر حال در دفاع کردن ید طولایی دارن، میدونن که چقدر دفاعی نوشتن از یک انسان آسیب دیده کار سخت. این خانه که ما میریم، خب مرد خونه معتاد، زن خونه هم همینطور، ولی یه بچه 4 ساله اینجا هست. ما میخواییم این بچه 4 ساله رو جمع جور کنیم. صاحب خانه بسیار 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 متین و مهربونی داره. این خرابه، این طویله، میگه که آقا من از اینا اجاره نمیگیرم، اینا همینجا باشن. توی این انباری تک افتاده بیتر و پیکر، تو برهوت حاشیه، ما الینای سر رو چرک مرده رو پیدا میکنیم، انگار سال هاست تو خونه بیروح، نه حمام رفته نه غذای درستی خورد. خونه هیچ اسباب و اساسی نداره، دیواره گچکنده، به گل رسیده، مهیب. آخه این سرپناه یه بچه هست. خب میخوایم خونه اینا رو عوض کنیم، ولی یک چیزی این بچه داره، این بچه نشاط پیدا نمیکنه، این بچه عرضم به حضور شما میترسه از یه چیزی. یواش یواش علائم آزار روی تن این بچه، آزار شدید،
ببخشید. یه موقع این بچه که تو خونه علم جمعیت میومد، بعضی از این بچه ها ساعت ها وسایل رو میشکستن، جیغ میزدن، فریاد میزدن، از روی کوه دوش مربیاشون بالا میرفتن و از این کودک آزاری شدیدشون میگفتن. توی اون خونه یه زیر زمین زندانگون بی نور پیدا شد که مثلا اتاق این دختر ماست. اشرتگاهی، اسارتگاهی برای عذاب و وسایل بدوی. خب پزشکای جمعیت دوستان اومدن گفتن این بچه آسیب دیده. آسیبش با کی بود؟ با صاحب نازنین خونه. بچه های جمعیت تلاش میکنن که این بزرگوار رو به محکمه بکشونن. از اینکه من به راحتی به محکمه رفتم، از اینکه به راحتی بازجویی شدم، از اینکه به راحتی نامه های اعمال منو بالا پایین کردن، از اینکه به راحتی از من دفاعی خواستن و خوشحالم که دفاعی هام نامه چپ اعمال دستی نبود که بیام این کودکان رو فراموش کنم، از اینکه تمام کلمات رو دارم تو زندگی میابم تا در حق این بچه ها حرفی زده باشم و برای این بچه ها زندگی کرده باشم، تا بی جو بسیجه نشن، تا کلاس تدریسی برای سوزوندن همدیگه نداشته باشن، تا زجرهاشون رو به زجرهای ما بر نگردن، تا خاموشیهای ما رو زیر سوال نبرن، تا این نشگه این ورجا و خماری اون ورجا رو زیر سوال نبرن. از این یه سوال از ذهنمه که شاید بهتر باشه زهرا بیاد اینا داستان توضیح بده. سرنوشت اون پیرمرد چی شد؟ مایی که راحت آبرومون به خاطر مایی که راحت بی آبرو میشیم، تهمت میخوریم و بعد باید برم بشینیم تهمت ها رو بهمون اثبات کنن. من واقعا تحت هیچ شرایطی به رسول خدا توهین نمی کنم، تحت هیچ شرایطی به امامی که به من گفتن تو به امامی توهین کردی که تمام عمرش در انفرادی گذشته، تحت هیچ شرایطی من به این بزرگان توهین نمی کنم. خلوت خودم هم به خودم مربوطه. اگر کسی تو خلوت من شنود گذاشته و بعد میاد میگه که آقا شما به فلانی و فلانی فحش دادی پس متهمی، چطوره که وقتی ما این بچه رو خاک تنش رو تکوندیم گفتیم نگاه کنید بهش تجاوز شده، آسیب خورده توسط این پیرمرد فاسد؟ این پیرمرد فاسد کارش اینه، اصلا اومده توی این محله که یه سری آدمهای آسیب دیده رو پیدا کنه تا به بچه‌هاشون آسیب بزنه. چرا باید کودک خدا، چرا باید فرزند خدا اینطوری رها شده باشه؟ ببخشید الان یه نکته من یادم اومد. زمانی که حضرت مریم میگن به شرق کناره میگیره، گوشه میگیره، به یه جایی میره، به یه بیرون جایی میره، به یک وری میره و بعد از اون ور، از اون سمت، از اون سمت، سمت مطرودان، وقتی که برمیگرده مردم تحقیرش میکنن که این فرزندی که در آغوش داری کیه؟ مریم بی صدا میشه، سکوت میکنه. یاد همون طره موی ریخته اون زن در صورتش افتادم دوباره کنار پل هفت تیر. مریم سکوت میکنه، خدا بهش میگه فقط به اون بچه اشاره کن. اون بچه میگه من بنده خدا. چرا به بنده خدا رحم نمیکنیم؟ اونم با این قامت و جثه نحیف، در حالی که طبیعت هم ما رو طرد کرده. مایی که به پدر نیاز داریم، مایی که به مادر نیاز داریم، مایی که به عشق نیاز داریم، مایی که به احیا نیاز داریم. یاد اون کوچولوی میافتم. ما اوایل توی خاک سفید بدون اینکه بدونیم تو خونه های فساد میرفتیم و کار میکردیم. مثلا شما چند تا خونه فقیر اونجا پیدا میکردی که بتونید کار کنید؟ خونه یا شیرکش خونه بود یا محل کار زنان.
میرفتیم میدیدیم وسط اون زنایی که خالکوبی کرده بودن، از رنگ و رو افتاده بودن، له شده بودن، موشون یا زرد کرده بودن یا سرخ، زیر چشماشون مثل همون منطقه گود به گود افتاده بود. از یه دختر بچه رو میدیدی که اصلا نام و نشون نداشتن، معلوم نبود از کجا آمدن، معلوم نبود مال کی هن. معلوم نبود این وسط برای چی باید دستمال این اون بشه. سوال جدی، چرا باید فرزند انسانی شرط داشته باشه؟ عیسی مسیح که بر میخیزه میان مردم میگه این فرزند خداست، اگر پدر نداره، اگر بیرون جا به دنیا اومده، اگر در شناسنامه ننوشتیدش، اگر در نامه اعمال دست چپتون نیست، قطعا در نامه اعمال دست راستتون که هست، در نامه اعمال دست راست، در کلمه خدا که هست. ما توی دروازه غار که بودیم اون روزای اول، یه خونه داشتیم توی مولوی و این خونه مولوی به دروازه غار و شوش و لب خط تو همه جا کمک میکرد. بعد ما تو همه محله‌ها یه خونه زدیم که دیگه چسبیده به بچه‌هامون باشیم، یعنی بچه‌هامون وقتی آسیب می‌بینن سریع بتونن بیان تو خونه علم مخفیشن و روزشون بگذره. توی خونه مولوی یه دختر خانومی، سه تا دختر نازنین داشتیم با یه مادری که سالها در اثر آزار روانش به هم ریخته و شوهرشون، حالا من بعداً در مورد این بددلی ها که چقدر مواد مخدر ایجاد بددلی، بدگمانی و پارانویاهای شدید میکنه و شما واقعاً میبینید که پدر بعد از زدن مواد یک متوهم روانی و بیش از اندازه خطرناک و خطرش رو زن بچهش بیاده میکنه. خانم این دختر ما، این سه تا دختر ما که الان هم دانشجوی فوق لیسانس شدن و زندگیشون از این رو به اون رو شده، این خانم به هم ریختگی روان پیدا کرد. یه پسری هم داشتن تو خونه که اینا مادره هر شب برادره شروع میکرد این سه تا خواهر رو زدن و این مادره سه تا بچه رو بیرون میکرد توی خیابون که مردارم صدا میکرد، همسایارم صدا میکرد که بیاید مثلا به این بچه های من آسیب بزنید، من اینا رو نمیخوام. یعنی این باور رسیدم که اینا اصلا بچه فرض کنید 10-12 ساله بدکار است و اینا رو بیرون میکرد. من یادم این یه روانشناسی ما بردیم، خب این مددکار بود، روانشناس بود، هرچی دکتر بود است. و صورت این بچه ها در اثر ضرب و شتمای شدید شما فکر کنید له شده بودن، مثلا کیسه بوکس خونالود خونالود بودن، جای خون مردگی زیر چشم دخترای من، نازنینای من، فرشته های من. این دکتر اومد و این بچه ها از دردشون گفتن اینها و ایشون یه چهار تا خط نوشت و بعد سری توصیه های انقدر بیرنگ و بیرمخ کرد که من اصلا الان یادم هم نمونده، فوق العاده بیرمخ. بعد که از مثلا تو اتاق بود، من شروع کردم به این دخترام که شما میتونید دانشگاه درس بخونید، برید مدرسه، برید ورزش کنید، برید موسیقی یاد بگیرید، تئاتر هست، زندگی زیباست، همه اینا رو شروع کردم گفتن. این دکتر روانشناس وقتی از این اتاق رفت بیرون منو صدا کرد، در حالی که این سه تا دختر بچه من تو اتاق بودن. منو صدا کرد، کنار کشید و به من گفتش که تو برای چی به اینا وعده میدی؟ تو مددکاری این وعده دادن ها اصلا درست نیست. میدونید نامه اعمال دست چپ قشنگ دیگه در فرهنگ دینی میگه. در دست چپ مددکاران ما نوشتن که حقیقت و واقعیت این بچه رو باید قبول کنیم. اینو باید با اون محله فسادش تطبیق بدیم. یعنی مثلا کمکش کنی که این به درک درستی از مواد فروشی و بره با یه کارتون خواب ازدواج کنه، یه وضعیتش یه ذره تغییر بده. این اومد گفت چرا به این بچه وعده میدی بعد درس خوندن؟ این اصلا غلطه. تا این چیزها رو بخوای انجام بدی باید زندگی تو وقف این بچه کنی. میتونی وقف کنی؟
من گفتم آقا زندگی چیه، من حاضرم همین الان جونمو بدم برای این بچه، این گریه نکنه، این اینطوری درد نکشه، اینطوری زجر نکشه بچه. اون دکترم با یه حالتی که خب تو به من نگاه کرد که تو یه آدم احمقی، نمیفهمی، حیف درس خوندن نیست، حیف دانشگاه رفتن نیست، حیف ادامه تحصیل نیست. اون موقع فکر کنم مثلا از که 27-28 سالم، حیف جوونی نیست و خداحافظی کرد رفت. حسین عزیزم، ما خب روانشناس خودمون رو پیدا کردیم، یعنی دانشوی روانشناسی داشتیم که اومد کنار ما درس خوند، یا بعضی از اعضا مثلا همین خانم واحدی ما رشتهش معماری بود رفته الان روانشناسی خونده، آقای کیمنش، خیلی بچه ها رفتن سراغ رشته روانشناسی که یه روانشناسی بخوانند با نامه‌ای در دست راست برای دفاع از کودکان سرزمینم. این دختر من بزرگ شد، فوق لیسانس گرفته بود، فوق العاده زیباست، فوق العاده نازنینه، فوق العاده شریف. یه پرونده من داشتم کار میکردم، خیلی پرونده تلخی هم هست، به پرونده واقعا عذاب آوری بود. این دختر من دیدم نشسته و داره به دختر اون خانواده‌ای که اصلا گوش به هیچی نمیدادن، داشتن برای خودشون به اصطلاح یه دنیای عجیب و غریبی ساخته بودن و داشتن توش زندگی میکرد، گوش به حرف نمیدادن. بالاخره ما برام پرونده رضایت گرفتیم، حالا من اسم پرونده رو نیارم، خیلی هم جنجالی شد، ما برام پرونده رضایت گرفتیم ولی خانواده یه چیز دیگه میخواست. گفت بیا به حرف پدر من، به من میگه پدر گوش بده، و گفتش که وقتی اون روانشناس داشت اون حرفو میزد، من گوشت در حرفاشو شنیدم، رفتم وایستادم و شنیدم، به گفت هیچ امیدی به این بچه نیست، صدای بغض‌آلود این آدم هم شنیدم که گفت اگه تو میخوای باید زندگی تو وقف کنی، گفت هم من همه چی مواظرم برای این بچه بذارم، برای این بچه ها بذارم. من گفتم این آدم داره شعار میده، ولی دیدم این بچه ها، این اعضای جمعیت وایستادن کنارم. بنابراین بحث روانکاوی که الان زهرا تعریف میکنه، روانکاوی که جمعیت تربیتش کرد، سالهاست کنار دست ما وایستاد. حالا آقای دهقان عزیزم اینجا هستن، میدونن که بالاخره جمعیت برای خودش یه تیم حقوقی هم تشکیل داد، یعنی واقعا ما تلاش کردیم که در مورد کودک آزاری تو مجلس تاثیرگذار باشیم، مجلسی که زنان خودشون رو ابژه مردان نبینند و وسیله خوب بارداری نبینند و اینطور سعی نکنند با کرنش های احمقانه به مردان نشه قدرت مثلا هویتی بیش از پیش بدن. واقعا تمام تلاشمونو کردیم که در جنبه های حقوقی، در جنبه های روانشناسی، در جنبه های زندگی سازی و جامعه سازی، ما یه جامعه بسته برای این بچه ها ساختیم. ما اینا رو نیاوردیم تو جامعه بالا شهر، بلکه تو همون پایین شهر براشون مدرسه ساختیم، براشون تئاتر ساختیم، براشون ورزش ساختیم، براشون اشتغال ساختیم، دنیاشون رو تو همون جا تغییر دادیم. ما برای این که واقعا همین نیمای عزیز ما که هست تو این محله که میرفت دود بود، مواد مخدر بود، انقدر تلاش کردیم، انقدر به همه خانه ها سر زدیم، انقدر این خانه ها رو پاخور دانشجو کردیم که توی این خونه ها کتاب بیاد، که توی این خونه ها درس خوندن بیاد. خیلی مواقع بود که سر و گردن ما توی این خونه ها شکست. من خیلی مواقع، یه بار بود، حالا من یه خاطره از نیما تعریف کنم، خودش خیلی ناراحت میشه، ولی من خیلی دوست دارم همینجا در موردش بگم، ناراحتم بشه برام مهم نیست، چون اصول یک انسان دارم میگم، نامه دست راست یک انسان دارم میگم. ببخشید که من دارم از این نامه اعمال میگم، دلیلم این است که در یک بخشی از جامعه باور دارم به اینا، یعنی فکر میکنن خیلی کار خوبی دارن میکنن، این همه تولید انبوه اندیشه هایی میکنن که به کار فرزندان سرزمین من یه روز دیدم سر نیما شکسته، بعد
پرسیدم که چی شده، یه نفر از اعضای جمعیت سری گفتش که یکی از بچه‌ها که منم میشناسمش این با دلستر، با شیشه دلستر، خیلی هم چیز طبیعیه این اصلا، مثلا برای همه اعضا این پیش میاد، برای خود من، برای خانومم، برای خیلی ها پیش میاد، با شیشه دلستر زده تو سر نیما. نیما بی نهایت ناراحت شد و به اون عزیز پرخاش کنان گفتش که آقا آبروی این بچه رو جلو شارمین بردی، چرا گفتی این حرف؟ یعنی ما تو همون فضا اونقدر، یه موقعی هست من اومدم یه صحبتی کردم توی اون جلسه کلابی که شما در مورد انسداد سیاسی اجتماعی گفتی، خب ما داریم یک درخت سترگی از ستم و بیقانونی در جامعهمون میبینیم. شما به هر آدمی که میرسین اصلا به نگاه میکنین، به یه آدم در قواره یک اداره نشست، در مدرسه نشسته، اون معلمی که سوگند ثبت نام نکرد، خب الان فردا بفهمه این بچه فوت کرد، مرد، میتونه زندگی این بچه رو تغییر بده. اون روانشناسی که اومد این بچه رو دید و رفت به کارش، دو جلسه اومد دید این بچه رو و رفت به کارش، اون هنرمند، اون ورزشکار، ما خیلی از مواقع گفتیم آقا حضور سلبریتی‌ها برای عکس گرفتن در جمعیت ممنوع، یه بار اومد عکس گرفت و رفت. اون سیاسیونی که انقدر ما اومدیم گفتیم جامعه فقیر هست، جامعه فقیر هست، یکی دو بار سر بزنم به جمعیت، یه دستی بیاندازن گردن من، موقعی که دارم بنده رو میبوسن یکم اون سریع عکس بگیره، موقعی که خم شدم به یه بچه میگم برات نمیدونم چیکار کنم، این آدم هایی که به اینجا سر زدن و رفتن، کنار این بچه ها وانستادن، این بچه ها رو ندیدن، از این اون چیزی که ما در مورد انسداد سیاسی و ناامیدی اجتماعی داریم میگیم، این درخت سترگ و ستبری که به شکل ستم پیشگی در جان ما ریشه کرده، به شکل بیقانونی، آقا قانونه که بچه منو ثبت نام کنی، چرا نباید ثبت نام کنی؟ قانون الهیست، قانون خداییست، این کودک خداست، چرا ثبت نامش نمی کنی؟ خانم تو بیمارستان چرا اینو بستری نمی کنی؟ بی صاحب صاحبش کیست جز خدا؟ چرا اینو بستری نمی کنی؟ چرا پیش وجدان خودت حداقل بستریش نمی کنی؟ چرا سرپایی می اندازی؟ حتی نمی خواهی صورتش رو ببینی؟ چرا میگی از این موارد زیاده؟ از این موارد اگر زیاده تو چرا خجالت از خودت نمی کشی؟ شاید این واژه می رسونه ما رو به همون واژه مسخالتن ذرتن شرنگره، شرهایی که تو جامعه زیاد شده. شما نگاه کن الان یه سلبریتی سیاسی بیاد مردم رو گفتار درمانی کنه، همه براش کف میزنه، همه این که درخت سترک و تیره ستم پیشگی و بیقانونی درشون رشد کرده، مردم نمیدونن اصلا منجیشون کیه، کی باید نجاتشون بده، کی باید از چی نجاتشون بده، چی میدونن؟ بزرگوارانی که یه موقعی پشت همین میزای ادارات میشینستن، ما میرفتیم همین جاهایی که الان اسامی داره، خب این بزرگواران یه روزی زندان رفتن، یه روزی بهشون پشت شد، هر کسی که امروز بنده رو بازجویی میکنه فردا ازش بازجویی خواهد شد، این خواهد بود، برای اینکه ستم داره در این مملکت رشد میکنه، برای اینکه هر کسی که به میزی دست پیدا میکنه طرف مقابل با یه توتایی بعد از اون میز پرت کنه پایین و خودش بشی، برای اینکه اینو یاد گرفته. حالا همون بزرگواران میان ما رو گفتار درمانی میکنن و همین گفتار درمانی ها انسداد سیاسی ماست، چون ما بلد نیستیم خشونت رو در پلک پلک اجتماعمون از بین ببریم، در مردم به مردم، در قلب به قلب، در سینه به سینه از بین ببریم. این بزرگوارانی که یه روز یادشون رفت بیقانونی به جایی رسید که اگر یه آدم رو به سرعت توی مملکت محاکمه میکنن، از زندگی میاندازن، حتی اعدامش میکنن، بزرگانی رو که اعدام کردن به جرم اینکه گناهکارید، به مردم فساد کردید، ستم کردید، با یه عزیزی میاد با یه تیغ، با عرضم به حضور شما، با یه اون چی میگن ریشتراش مجازات میشه. خب من میخوام اینو سوال کنم،
من میخوام اینو سوال کنم. ببخشید من بحثو بردم یه ذره به فضای حاشیه. اون فضاهایی که خودمون ساختیم رو هم در نظر بگیریم، اون روزایی که خواستیم خشونت رو هم از بین ببریم در نظر بگیریم. یه مطلب بسیار خوبی علم فرسایی کرده بود وطن امروز که من داره با گلن مقایسه کرده بود که من با عنوان گلن میخوام که با یه سیستم مذهبی نظام و زیر سوال ببرم. و تو مطلب بسیار زیبایی که بازم نویسنده محترم در مورد بنده نوشته بود اینه که ما میتونستیم تمام اعضای جمعیت رو بگیریم، اموالشون رو مصادره کنیم مثل ترکیه، ولی ترجیح دادیم این آدم مثلا بنده رو بگیرن که خیلی مشکلات برای جامعه، مشکلات گلنوار ایجاد کردن. و بعد در اون مقاله نوشته بود که ما بقیه اعضا رو به شکل اقناعی توجیه کردیم که با این جمعیت همکاری نکنه. جمعیتی که یه جلسه سادش برای یک طرح سادش تا نزدیک 3,000 نفر آدم می اومد. شما الان نگاه کنید برای کلاب هاوس چقدر آدم میاد. خب معلومه اینا طرح اقناعشون جواب داده دیگه. یک ساختاری که بی نهایت برای زحمت کشیده شده بود و توی قوه قضاییه، توی پلیس، توی ارزم بزرگ شما، وکلای عزیز، روانشناسای عزیز، اساتید دانشگاه، جای مختلف بالاخره تونسته بود برای گرفتن شناسنامه، برای ادامه دادن پرونده بچه ها، برای دعوت مردم به کار خیر کلی مثلا حرکت بزنه. و همون موقع هم مشکل داشت، الان که دیگه یه چیزی شده که به هر حال هر کی با این جمعیت کار کنه براش، برای درسش، برای دانشگاهش، برای شغلش، برای همه اینا ایجاد مشکل میکنه. بنابراین دوستان هرس کردن جمعیت و شاخهای جمعیت رو زدن. اینم نامه اعمالشونه. من نمیدونم باید به کی جوابگو باشن. ولی الان میبینید که بچه های جمعیت مثلا مگه میشه بعضی از اعضا رو از فرزندناشون جدا کرد؟ همین اعضا واقعا وایستادن که بنده بیام بیرون از زندان و همین اعضا هم کنار بچه ها هستن. ولی خب ریزش خیلی 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 بالایی داشتیم و این ریزش میتونه برای دوستان جای خوشحالی باشه، به خاطر اینی که اون آدمایی که الان ریزش کردن کجا میرن؟ باید برن به دور از فضاهای غیر انسانی، که فضای انسانی که تو جامعه داریم، به دور از این فضای انسانی برن تو لاک فضاهای غیر انسانی، فضاهایی که بی تفاوت از کنار پدیده‌های اجتماعیشون رد شن. و یه افسردگی عمومی برای همه این اعضاست که داشتن کار خوب میکردن، داشتن احساس بودن میکردن. یا ممکنه این اعضا برن تو کارهای سیاسی، من اونارم نمیدونم، برن تو کار. الان شما نگاه کنید احتمالاً یه رومی این بغل هست، خیلی رفتن تو اون روم بشینن ببینن که به هر حال چه خبره، برن تو اون فضاها کنشگری اجتماعی تمام این فکرها رو از دست بدن و امید ببندن به اون فضا. و از طرفی هم بچه های ما، واقعا بچه های کوچیک ما اومد از جای ما، خب به شدت آسیب میبینن. و این تعدادی که باقی میمونه، مثلا فرض کنید سهم هر خونه در دیروز جمعیت شاید مثلا 200 نفر فعال در روز بود، چه میدونم مثلا این همه آدم رفت آمد میکردن، حالا میرسه به 5 نفر، 10 نفر. و این اعضا باید به یه شکلی بدون اینکه مالا مجوزی داشته باشن، بدون اینکه بتونن تبلیغاتی کنن، با سایه جرم‌انگاری برن مثلا به این بچه ها کمک کنن. خب به هر حال ما باید پیش از این که ما باید به این بچه ها پاسخ بدیم، بگیم که آقا بودیم کنارتون، رهاتون نکردیم. و فکر میکنم که خیلی واقعا سخت شد کار ما. ما میخواستیم واقعا کنار افغانستان هم بیستیم، به دلیل فعالیت‌های بین‌المللی که کرده بودیم کاملا هم میتونستیم بیستیم. این صفت الخناس دیگه، صفت آدم‌های پلیده. وقتی
شما بیاد ببینید، من الان میخوام با زبون، وقت من الان نامه اعمال میگم، میخوام با زبون خودشون باشون حرف بزنم. آقای مهم قبل اینکه بری الان درباره موقعیت، درباره موقعیت جهانی که میخوای از زهرا هم بپرسی؟ نه نه، از خودت میخوام. خب خانم رحیمی هم جواب بدن اینو. به اینو خیلی دوست دارم درباره توضیح بدید، صحبت بکنید. الان که گفتی درباره موقعیت جهانی، جمعیت امام علی تنها نهاد خیریه ای، حالا میشه گفتش که شما صندلی مشاور دارید در سازمان ملل، درسته؟ درباره این هم یک توضیحی میدید. الان که شما درباره موقعیت جهانی گفتید، این رو هیچ کسی نداشته تا الان. و توی خانم رحیمی اگه میکروفونتون رو بشه باز بکنید و یک توضیح بدید، خیلی خوبه که دوستان بدونن. خانم رحیمی؟ بله آقای رزاق. ببینین، صحبتی که شما میفرمایین، سازمان ملل بخش شورای اجتماعی اقتصادیش یک بخشی داره که سازمان‌های مردم نهاد میتونن اونجا مقام مشورتی بگیرن. مقام مشورتی دو نوعه، یکیش خاصه که شما در مورد سازمان‌هایی که فعالیت محدودی دارن و در زمین‌های خاصی میتونن مشورت بدن به سازمان ملل. جمعیت تنها نهادی هستش تو ایران که مقام مشورتی عام داره، یعنی در همه زمینه‌ها میتونه به سازمان ملل یعنی مشورت بده، در زمینه حالا بحثای مرتبط با حقوق بشر، حقوق کودکان، در مورد حالا ایران، حتی منطقه خاورمیانه میتونه این و سایر بخشای جهان میتونه این مشورت رو به سازمان ملل بده. اما در مورد وضعیت کنونی جمعیت هم که شما فرمودین، دو تا نکته رو من اضافه کنم. یکی این که حسابای جمعیت همچنان فعاله، چون دوستان پرسیده بودن از شما، و امکان مشارکت داره با برای همه شهروندان. و اینکه پرونده جمعیت هم که در مرحله تجدید نظر هستش و هنوز دادگاه تجدید نظر جوابی در مورد تصمیمی در مورد جمعیت گرفته نشده و در حقیقت وضعیت جمعیت حالتی معلق هستش از لحاظ حقوقی، که آقای دهقان هم حالا بیشتر در جریان هسته. اگه سوال دیگه ای هم باشه در خدمت. من اگه اجازه بدید یه توضیح بدم در مورد این جمله آخری. آره آره، خیلی ممنون، چون این سوال خیلی از عزیزانه و این روشن بشه ممنون میشه. آره ببینید، این کلمه تعلیق و معلق بودن، خب اولین چیزی که به ذهن مخاطب متبادر میشه اینه که یه حالت در واقع حالا تعلیقی مثل مجازات های تعلیقی میمونه. نه، چنین چیزی نیست. تا زمانی که حکم دادگاه بدوی که با حضور یک قاضی حکم انحلال داده، حالا با اون شرایط خاصی که همه ما میدونیم، تا زمانی که در دادگاه تجدید نظر قطعی نشه، همه چیز به هم حالت قبلی هست. فشارهای امنیتی و اون بحثای اقناعی و ارعاب و تهدید مقامات یا مامور امنیتی، اون یه بحث جداست، هیچ ارتباطی نداره به مبحث حقوقی و قضایی. این حکم در واقع انگار تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چی به روال همیشگی میتونه طی بشه تا زمانی که دادگاه تجدید نظر با حضور سه قاضی این حکم رو تایید بکنه یا نه. اگه تایید بکنه اونجا میشه حکم قطعی، بنابراین حالت تعلیق نداره، همه چی حالت عادی باید باشه. از نظر حقوقی باید همیشه در حالت عادی مثل گذشته باشه تا حکم قطعی توسط دادگاه تجدید نظر صادر بشه. بعد از تجدید نظر هم فرصت اعاده دارید دیگه، که حتی درخواست اعاده هم بدید. آقای دهقان؟ بله، طبیعتاً تجدید نظر حکمی که صادر میشه حکم قطعیه، فقط میمونه اعاده دادرسی یا در حسب مورد فرجام خواهی در دیوان عالی کشور یا اعمال ماده 477. برای این بحث دادگاه تجدید نظر حکم قطعیه، ولی مراحل برای اعاده دادرسی وجود داره، اما حکم قطعی طلب. خیلی ممنونم، امیدواریم که حتما این مراحل استفاده بشه البته قبل از اعاده و این تعلیق هم رفع بشه. آقای میمندی نژاد در خدمتتون هستیم، ادامه صحبتاتون. البته واقعا من قبل از اینکه ادامه صحبت ها بدم، اولا من یه معذرت خواهیم بده، کارم یه ذره یه جای احساساتی شدم در مورد مشکلات، یه ذره تند صحبت کردم، این معذرت خواهی رو به جمع بده کارم. ولی خب به هر حال خود این فضا فضای بسیار سختی بود، جمعیت و این آسیب بعضا
واقعا خیلی ها رو سرخورده کرد، خیلی ها رو سرخورده کرد. ادامه میدیم بحثمون رو که بتونم برسم به کتایون عزیز و امروز بحث دختران و زنان خودمون رو بتونیم جمع کنیم. من با بچه های عزیز جمعیت یه روایت دیگه داشته باشیم و بعد دیگه بریم سراغ روایت آخر. یه دنیایی رو طراحی کردیم، یه دنیایی بین این دوزخ و برزخ، یه دنیایی بین این جهنم داخل. وقتی زهرای عزیز صحبت میکرد، تنها چیزی که برای ما بی نهایت ارزش داشت این ساعتهای سرخوشی بچه ها بود. یعنی وقتی این بچه ها عمیقاً شاد می شدن و می اومدن می گفتن که شما فکر کنید وقتی من می رفتم خونه بچه ها و بچه ها می گفتن که این آقا اومده مثلا اینجا رو این درست کرده، بچه ها یه لطفی داشتن که مثلا می گفتن این مؤسس این جمعیت. این طفلک ها حتی من یادم این خاطر دردناکی که یه بچه اومد، این بچه هم بعدم فوت کرد که من داستانش تو زباله گردی خواهم گفت، اومد کفش پای منو بوسید. یعنی انقدر این صحنه برای من دردناکه. یا با گریه می اومدن می گفتن که مرسی که مثلا اینجا رو درست کرد. بعضی اوقات این هجوم بچه ها توی جشنای جمعیت به سر کول ما که مرسی یه چند ثانیه ای ما رو از این دوزخ بیرون آوردی. این هواخوری توی انفرادی شاید، یعنی خیلی وقتا بود که من وقتی توی انفرادی بودم برای بچه هم گریه میکردم که اینا حتی این مختصات کوچکم ندارن. بنابراین یک کنار اعضای جمعیت ما چند تا طرح طراحی کردیم برای کمک به دختران و زنانی که آسیب دیده باردار می شدن یا مثلا بیپناه می موندن یا از خونه فرار می کردن، که خب همه این طرح ها هم واقعا با مشکلات بی نهایت عجیب و غریب ما دست پنجه نرم کردیم تا این طرح ها به وجود اومد. یعنی اصلا الان من یه فیلمی رو خواستم برای تو حسین عزیزم بچه ها بفرستن، اگر حالا یه جوری یکی از بچه ها آدرس این فیلم هم بذاره دوستانم برن ببینن تو یوتیوب، در مورد روزی که بچه ها رفتن از یه سری دختر فراری فیلم گرفتن. رفتن توی محله کار بسیار بسیار سختیه، یعنی بعضی اوقات کار غیر ممکنه. که یه موقع من میمدم میدیدم مثلا محیا، کتایون، فرزانه قبادی، بعضی از بچه ها رفتن و توی محله های فضاهایی پیدا کردن که واقعا بی نهایت ترسناک و وحشتناک بود. یعنی یه دختر بچه رو شما فکر کنید فقط از خونه پدر اگر فرار میکرد و به این محله میرفت چیزی ازش باقی نموند. که من یه تصویر دردناک، یعنی همیشه توی ذهنم هست که یه دختر بچه رو توی محله دیدم که معلوم بود مثلا 6-7 ماه تحت تجاوز و چی میگن مواد مخدر، یه اصطلاحی داره که دست دلبازی میکنیم توی مواد مخدر. یعنی انقدر به این بچه مواد مخدر داده بودن که صورت و بدن این بچه واقعا از نا افتاده بود، از رنگ و رو افتاده بود، زنگ زده بود وجود این بچه. این بچه ما کنار یک زغالایی که واقعا به ته رسیده بود، یعنی مثل تسیگار فقط این زغالا یه روشنی کمی داشت، تو زمستون تنها خوشی که داشت اینه که با کیف مدرسهش از خونه در رفته بود. هیچ کس واقعا نمیدونست این بچه کیه، چی از کجا اومده، چه وضعیتی داره. ما تلاش کردیم با بچه های جمعیت که اولا نگاه جامعه رو به زنی که آسیب دیده از روابط جنسی و دچار بارداری شده عوض کنیم. یعنی این زنها رو از مفهوم فساد در بیاریم و به مفهوم مادر دوباره برسونیم. و یه طرحی درست کردیم به نام مادرانه که در این طرح بیاییم بچه ها رو از نطفگی حمایت کنیم، از وقتی که بسته میشن در شکم یک مادر، و از اون دوره بیاییم مثلا این بچه زنان رو شناسایی کنیم و شروع کنیم به این زنان غذا و عرضم به حضور شما وضعیت تغذیه و دکتر زنان و زایمان و یه همچین فضایی بدیم و از همون موقع مراقبت از این بچه ها رو شروع کنیم. که فکر کنم
تو این طرح مادرانه حالا تعداد تقریبا چند ده بچه رو تونستیم براشون یه فضای زندگی مناسب درست کنیم و به این زنانی که این وضعیت رو داشتن برسیم. یعنی ما این نامه عملمون نبود که کسی به ما مراجعه کنه، ما به این آدم ها مراجعه میکردیم، ما پیداشون میکردیم، همه جا رو میگشتیم تا مبادا یه نفر تو تنهایی بسوزه. برای شد تر مادرانه و یه تر دیگه هم ما درست کردیم که در یک اوقاتی خانه ها عرضم بزرگ شما، حالا این طرح خودش روح آینی داشت برای اینکه مردم واقعا غیر از آین به چیزی جذب نمیشن، هیچ حرکتی ندارن که بیان انجام بدن. طرح فاطیما بود که مثلا در ایام فاطمیه ما سعی میکردیم که مردم رو به این سمت ببریم که این دختره آسیب دیده رو هم میشه جمع کرد، میشه کنارشون رفت و میشه پیداشون کرد. با این دو طرح شروع کردیم به رسیدگی به عرضم به حضور شما زنان و کودکان خودم، که من یک خاطره رو اینجا عرض میکنم و بعد از این خاطره دارم میخواد که کتایون عزیزم بیاد و صحبت منو تکمیل کنه. یک خانه ای ما ساختیم که من از این خانه چند روایت برای شما میگم. اسم خانه رو گذاشتیم خانه هنر و سعی کردیم توی این خانه با رفتارهای هنری دردها رو تخلیه کنیم. معلمای بسیاری ما تونستیم جذب کنیم که با بچه ها هنر یا هنر درمانی کار کنن و توی خانه هنر برای بچه هامون نمایشگاه گذاشتیم، نمایشگاه نقاشی، کارهای دستیشون، سالن اجرای موسیقی گذاشتیم و اجرای تئاتر و یه فضای برای کتابخوانی و از دوستان فیلمسازم دعوت کردیم که به این بچه ها بیان عکاسی، فیلم برداری و این چیزا نشون. بلوچه ما اگر در اینترنت سرچ کنید کارهای عکاسیشون حتی جهانی شد واقعا و بتونیم نمایشگاهی از آثار دردمند بچه ها داشته باشیم، از جهانشون داشته باشیم، جهانشون رو به دیگران نشون بدیم. این در کنار راه انداختن اون باشگاه ورزشی، باشگاه پرشیم. من دوتا خاطره رو برای شما تعریف میکنم و این دوتا خاطره رو نیمه میذارم تا کتایون عزیزم هم به من کمک کنه. البته سعی میکنم یکیشو تا یه حدی تعریف کنم. ما توی این عرضم به حضور شما نمایشگاه معمولا گالری اولی که من راه انداختیم، بچه راه انداختن، دلم میخواد از مخاطبی که اینجا هستن فقط درک کنن، چون من خودم کار هنری میکردم، فقط درک کنن روز اولی که من به نقاشی این بچه ها نگاه کردم چقدر عذاب کشیدم و روزای آخر چقدر احساس خوبی بهم دست میداد. روز اول تمام رنگ ها سیاه و زرد و سرخ بود. یکی میدیدین خورشید و سیاه کشید، مادر و سرخ، پدر و زرد، تلمبار و شتک رنگ ها روی بوم نقاشی نشون از ستیز با یه درد فوق‌العاده عمیق. وقتی من بیام ببینم خب خورشید سیاهه، پدر چشمان بسیار ترسناکی داره، شلاق تو تمام این نقاشی ها بود، داغ، درفش، میخ و سیخ، یه بچه فرض کنید به تعداد 40-50 تا فقط میخ دور خودش کشید، وحشتی که تو صورت بچه ها کشیده شد. این یکی از روزهایی بود که ما عرضم به حضور شما نقاشی این بچه ها رو می دیدیم توی خونه. یه نازنینی داشتم 6 ساله که من اینجا اسم مستعار رو براش میذارم درسا. این عزیز با مادرش می اومد پیش ما و ما هم پیششون می رفتیم. اولین بار رو من یادمه
وقتی تو این نقاشی های تیره نقاشیشو به من نشون میداد این بچه 6 ساله چجوری سرپا میدوید. این داستان رو نگه داریم، این داستان رو نگه داریم، این داستان ایستادن جلوی این نقاشی رو نگه داریم، این سر پا پریدن رو نگه داریم، این ذوق بچگانه رو نگه داریم. توی خانه هنر یه روز به لطف کتایون عزیز یه دختر کوچکی اومد، قد فوق العاده کوچیک، از قد سوخته بود، باردار بود، که ما یه تئاتری هم کار کردیم برای این دخترم. من وقتی این دختر رو دیدم، خب به این نتیجه رسیدیم که یه جوری این دختر رو درمان کنیم. حالا دوست دارم کتایون از روز اول توضیح بده تا برسیم به لحظه ای که این دختر رو پیدا کرده و به این خونه اومده. کتایون من رو تصدیق کن اگر اشتباه میگم 20 سالش بود دیگه اون موقعی که شما پیداش کردین. بله بله. سلام، شب همگی بخیر. آره مرسی. آره بچه ها اینو آواره میونه بیابونای قرچک لخت و اور با سروز پر از شپش و گال. من میخوام این موهای سر رو توجه کنیم، موهایی که از ریشه با تخم شپش میسوزه. این موجود عجیبی که تو تاریخ برای ما مفهوم داره، موجودی که قرار نیست از خونخواری دست بکشه و میان موهای سر ما واسه خودش حیرونه. این دختر خودش میون زباله و این اسقاط اجناس شهری ول بود، از این به این سو می رفت، یه بار خمار بود، یه بار نشه بود، می افتاد بلند می شد. این قد سوختش اصلا من اولین بار که دیدم با کبرا اصلا همخوانی نداشت. فکر کنم سومین یا چهارمین بچه‌شو باردار بود. خودش مثل واقعا یه خبوت و قیامتی بر دشت حیرانی و بیخبری بود. جولیدگی وضعش، گرسنگی دائمش، کودک در راهش، همش اینا چنگ وجود آدم می شود. خب آوردیمش، کتایون آوردش، یه جایی دادیم، یه پناهی دادیم بهش، اومدیم اینو از شر این شپشا رها کنیم. میدونید که وقتی بخواید سری که 12 سال 10 سال زیر شپشه، بخواید اینو بعد تمام موها رو بزنید، میرسید به پوست سر و میبینید این شپشا حفره‌هایی هم حتی در پوست سر ایجاد کرده. یعنی یه جایی هست که ما باید بیفتیم به پوست کندن سر یه انسان. از شر این خارشا، از شر این عذابا راحت شد. مثل این که من حالا اینو باید کتایون بهم بیشتر بگه که این فرزنداشو میفروخت، فرزندای قبلیشو فروخته بود، حالا ما اومده بودیم که اینو از این وضعیت مثلا آزاد کنیم. خب تئاترش رسید به من. تشمیل کنم کبرا دو تا از بچه هاش رو بذار کتایون میرسم بهت، ازت میپرسم. باشه، ازت میپرسم، بذار من لحظه خودم رو تمام کنم، میرسیم که اون چیزی که نصیب من شده بود اینی که من با این بچه باید تئاتر کار میکنم. قولم خودمون تئاتر درمانی، ما داستان زندگی بچه همون رو میگرفتیم و تبدیل به نمایش میکرد. کنار کبرا 4 تا فرزند من دیگه، فرزندای منم بودن. یکیشون اونقدر تو محل خانوادش خشم بودن که همه از اسمش میترسن، یعنی فامیل این بچه اسم همه رو واقعا به ترس و لرز میاد. دائم مشتری زندانا بودن. دو تا از بچه های من که خب کاملا وضعیتشون تغییر کرده بود، اینا نقشای اصلی رو داشتن، دو تا از پسرای من و کبرا
و دو تا دیگه از فرزندای من که تازه از کمپ اومده بودن، از فضای خیلی سختی اومده بودن، که یکیشون زنده نموند و فوت کرد. من یه روزی ناله این بچه رو یادمه که میگفتش که ما اینو میبردیم کمپ و بعد وقتی ازش سوء استفاده میشد و درگیر میشد میگفت خب چرا من آوردید اینجا. یه چیزی بچه ها در مورد بهسیستی جایی دیگه اشاره کرده، اینجا هم واقعا درمان نیست. ما خودمون تو جمعیت تمام تلاشمون این بود که یه شبانه روزی را میاندازیم برای بچه هم. اینا تا یه حدی بچه ها رو نگر میدارن و بعد رهاشون. اون دوتا پسر من هر دوشون چادر نشین محله خاک سفید بودن، سابقه شدید اعتیاد، سرقت مسلحانه، جورکشی دیگران در زندان ها و تجاوزهای مکرر در کودکی. من وقتی تمرین میکردم در یه جای تمرین این بچه ها واقعا کاملا به هم میریختن و شروع میکردن به بیرون ریزی و این بیرون ریزی واقعا شما زیر ضرب انگار 6 تا 7 بچه آسیب میده قرار بگیرید، ببینید چقدر سخت. این یکی از این پسرهای من واقعا اگر شمارش میکردید نزدیک 200 ضربه چاقو به بدنش خورد. بر از زجر و تجاوز این 200 ضربه شاید هم چاقو به بدنش خورد. صدای اینا تو بچگی با مواد مخدر تبدیل شده بود به یه صدای عجیب و غریب. شما فکر کنید یه بچه به خاطر شکستگی لگن خاصرش مثلا رفته باشه، در اثر تجاوز رفته باشه، برده باشیمش بیمارستان. این آزارای تجاوز به قدری در اینا بالا بود که وقتی واقعا به یادآوری می افتادن، من وسط تمرین می دیدم چاقو مثلا می کشیدن شروع می کردن به سر و صورت خودشون زدن. صحنه‌ای که شما مکرر تو جمعیت می بینید. یعنی واقعا مثلا بعضی اوقات آدم مجبور میشد که بره میان این انسانی که داره خودش رو میزنه قرار بگیره. کجا قرار میگرفتیم خدا میدونه. وسط این تمرین ها یه روز کبرا رفت خودش، انگار با وجدان خودش ملاقات کرده بود. خب این منو کبرا عمو خطاب میکرد، خیلی قیامت تلخی بود. نشست کف سالن سیاهی که درست کرده بودیم، سالن نمایش، انگار مقابل چشمش دو سال فرزندشو میگرفت میدید. گفت پولی که برای غذا این دوتا بچه گدایی میکردم خرج موادم میشد. به جای غذا، ببینید سر کلمه قضا، دستای لرزون کبرا رو کف زمین چنگ شد. حالا داشت تئاتر بازی میکرد، یا داشت واقعیت رو تئاتر میکرد، یا داشت چیزی رو نمایش میداد جلو چشمای من. مشت خاکی رو که به خیال دستش گرفته بود به بالای دهن اون کودک انتزاع ذهنش بود. برام گفت در مقابل گریه های بچه، در مقابل گریه های نوزادش، خاک رو به دهن کودکش میذاشت. ببینید هنوز من جنون اون دستایی که خاک تو دهن وهم نوزاد فرو میکرد یادمه. نوزاد خاک رو با اشکش میخورد و به اجبار آروم میشد. این کبرا سرشو بالا آورد، هیچ وقت گریه نمی کرد. اما انگار نیل اشکش فرعون وجود منو غرق کرد، همینطور گریه می کرد. واقعا این شد که بعضی اوقات می گفتم از تخریب یه چیزی تو اعتیاد، از تخریب از تخریب هیچ دشمن معتاد به تاریکی، توهین، تهمت، تهدید،
دیگه نباید بترسم. اونجا که دهن کودکی به خواب و قفلت اعتیاد با خاک پر میشه. به هر حال دهن ما هم با خاک بسته میشه. آدم های نازنینی که تو این گروه هستن سخت دیدن، دیدن فرزند انسان با سر شکسته، با دل ترسیده گوشه ی خونه، با آسیب شدید. زهرای نازنینم کهرام عزیز از خونهشون گفتم بعضی اوقات خب بچه ها وقتی عظمت و بزرگیشون انجام میدادن خونهشون خانه میشد، مثل یک کشتی که به گل بنشینه دیگه به ساحل امن میرسیدن، منم دعوت میکردم. من میخوام غیر از اون دختر اولم که اسمش گذاشتم درسا، دختر بعدیم کبرا که کتایون عزیزم داستانشو بگه، یه داستان دیگه هم مثل داستان درسا نیمه تمام بذارم و بعد این تا داستان رو برای آخر تعریف کنم تا ببینیم که سرات سرزمین ما بر چه ایستاده. آنچه که ما به این دانه واقعا با اشک و خون و جون دمیدیم چیه؟ با آنچه که دیگران درخت شر به وجود آوردن، اونا با چه ذره ذره هایی، با چه نکات ریزی واقعا این شر رو به وجود آوردن؟ از یه دختر نازنینم من وقتی رفتم خونه پاکدشت، همه اعضا اومدن، انشالله برید ببینید از نزدیک چقدر این خونه زیباست، چقدر با عشق ساخته شد، تکه به تکهش واقعا معماریش با مهندسی تمام که بچه ها واقعا روحشون شاد بشه. وقتی تو این خونه نشستم من برای نازنینم یه اسم نازیلا میذارم، چون الان مسئول یکی از بخش‌های جمعیت، سرحال سرزنده، ولی ببینید از چه مسیر سختی بود. بچه‌ها دور من نشستن، اعضا و دخترهای عزیز من که از این فضای سخت بیرون اومدن. این دختر من نازیلا کنار من نشسته بود، ناگهان به هیستری افتاد. هیستری یعنی یاداوری تمام رنج ها و سختی ها. خب شاید من دیده بود میخواست ببینه که اینی که بهش میگن بابا پس این درد ها بر میاد یا نه، یا رو میکشه و فرار میکنه. من این دختر نازنینم و دستاشو گرفتم که سر روی خودشو نکنم. خب فوری اینا چنگشون رو به جان شما میاندازن اگه ببینن نارومید، اگه ببینن ترسیدید، اگه ببینن واهمه دارید، خب اون هیستری اون تلخی بیشتر میشه، چون میبینن یه نفر باز هم اعتماد نکرده، یه نفر باز خودشو دوست داره، یه نفر اصلا به این بچه اهمیت نمیده. چنگ های این بچه که تو تنم بود، خب ما یه چیزی داریم بیشتر تشویقش میکنیم. آره عزیزم چنگ بزن، آره عزیزم فریاد بزن، بگو بابا جون، هرچی میگه آرومتر میشه. این جملاتیه که توی استریم ها به بچه همون میگه. تو اون حقق و درد میگفت موهاشو پشت سرش بست، موهاشو پشت سرش بست. اما طرح فاطیما که حالا به این اسم گذاشته شد از نامه سهیلا قدیری بود. سهیلا قدیری دختر کرد نازنین بود که با معشوق خودش از شهرش گریخته بود، از خانواده به این اجازه ازدواج نمیدادن، گریخته بود و توی راه تصادف کرده بودن. وقتی توی راه تصادف میکنن معشوقش میمیره، اون آقا میمیره و سهیلا دیگه روی برگشتی به خانه نداره. من جملات تلخ سهیلا رو یادمه و تا مدت ها برای این جملات من فریاد میکشتم، حتی تو خوندم فریاد میکشتم. حالا شاید برای مخاطب این تصویر به هم ریخته من تصویر جذابی نباشه، ولی واقعا آخه این چه سرزمینیه که باید قسمت یه بچه این بشه. دفاعیات سهیلا به نظر من یه دفاعیات تاریخی بود و
شاید اگر وکلای عزیزی که اینجا هستن این دفاعیات رو بخونن به نتیجه برسن که یه دختر تا چه حد قوی میتونه از خودش دفاع کنه. با آقای قاضی مرتب سوالش این بود شما کجا بودید، شما کجا بودید، این شما کجا بودید ذهن من رو وحشتناک پر کرده بود. شما کجا بودید؟ میدونید ترس آدم اینه که یه روزی آدم با این همه آسیب بپرسه شما کجا بودید، شما کجا بودید. حالا من یادم ما رفته بودیم کرج برای سفر رضایت بگیریم، تمام وقت من تو کرج بودم و وقتی که صبح اومدم دیدم که این ور سهیلا بردار رفته و سخنرانی هم که تو شریف کردیم که شاید مثلا سخنرانی هایی که جمعیت داشتیم اعضا داشتن واقعا داشت یه روح زنده اجتماعی می آورد بین جامعه. جوانای دانشجو رو از یک فضای سربازای پیاده‌ای که توی میدانهای سیاسی خودشونو برباد بدن در حالی که رهبران سیاسی فقط یه تحلیلگرایی هستن که بعضی اوقات کنار مردم هم نمیستن دست آخر و یه حرکت های عجیب و غریب انجام میدن که نمونه آخرش هم ما دیدیم. بچه های دانشجو داشتن جون پیدا میکردن، اون موقعای آخری بود که جمعیت رو بستن توی دانشگاه. سهیلا یک صحبتی توی دادگاه داشت، شما کجا بودید وقتی 8 نفر به من تجاوز کردند؟ شما کجا بودید وقتی من تو گرمای تابستون، مرداد تابستون تو خیابون میخوابیدم و تو سرمای دی عرضم به حضور شما زیر صندلی های پارک رو کارتونا میخوابیدم؟ شما کجا بودین وقتی اولین بار منو معتاد کردن؟ شما این شما کجا بودیداش واقعا لرزه بر اندام آدم میانداخت. دلیل اعدام سهیلا رفتاری بود، حالا من خاطراتشو خیلی تلخ یادمه، مبهم یادمه، شاید یه نفر باید میومد کامل این خاطرات رو بازگو میکرد. البته پرونده سهیلا یه بار تو جمعیت توی یکی از نشریات جمعیت نوشته شد که خود اینم عاملی شد برای اینکه با ما یه برخوردهای واقعا سفت و سختی کنه که این نشریه جمعیت داره در مورد یک قضاوت زیبای دادگاه ما مثلا حرف میزنه. دلیل اعدام سهیلا این بود که سهیلا باردار شد و یک کودکی به دنیا آورد. وقتی این کودک رو به دنیا آورد مراجعه کرد به بهسیستی، بهسیستی کودک رو نپذیرفت چون دنبال پدر میگشت، دنبال چی میگشت. این چندین بار مراجعه میکنه و بعد در اون حالت خماری و به هم ریختگی بچهشو میکشه و میگه که من نمیخوام این بچه یعنی به اون سرنوشت دوچار بشه. حالا خفه کرده بود بچهشو، من نمیخوام بچه به اون سرنوشت دوچار بشه. خب تا دیروز کسی از این دختر سوالی نمیکرد، اصلا اهمیتی بهش نمیدادن، ولی در اون روز همه مدعی شدن اومدن سراغ این دختر و بعد از اینکه مدعی شده بودن اومدن، من یادم یه سری از دوستان با کلا، حالا اون موقع واقعا هم جمعیت خیلی ضعیف بود، هیچی نبود، ما بعدها تونستیم مثلا یه جریانی راه بیندازیم و تقریبا بالای 50 حکم ارزم بزرگ شما قصاص بچه های زیر 18 سال رو متوقف کنیم و تونستیم مثلا برای این بچه ها رضایت بگیریم، خانواده ها رو راضی کنیم، یه میدان دیگه ای بچیم، یه میدان دیگه ای غیر از دادگاه این چیزا بچیم. ولی خب سهیلا اصلا مدعی نداشت. رفتن یه سری از دوستان پدر این بچه رو پیدا کردن، یه معتادی بود که با این زن دختر در ارتباط شده بود، همون صحبتی که شاید کتایون هم میگه، یه فضایی که یه دختر یا یه خانمی که تو خیابون آسیب دیده بهتر میدونه با یه نفر باشه، توی کارتون ها کنار یه نفر بخوابه، توی زباله ها با یه نفر زندگی کنه، یه نفر سرپناهش. یه مدت کوتاهی هم شاید این قرارداد خونین نانوشته این دردنامه مثلا ادامه پیدا کنه. اون مرد اومد و گفت خب این بچه منو، یه سری آزمایشات هم کردم ولی خب اصلا دیگه به این قضایه اعتباری نمیدادن، چون اومدن گفتن که این نمیدونم عقد رسمی نیست و یه چیزهایی که بالاخره سهیلا گفته بودن که این با مردای زیادی ارتباط داشته و معلوم نیست که اون پدر این فرزند خوشبینی دیگه مدعی علوم داستانی قبول نکرده.
حالا من یادم یه نامه دردناکی از سویلا موند که ما اون نامه دردناک و وصیتش بود که منو تو این سرزمین بی نام و نشان خاک کنید، گور من رو نمیخوام کسی بدونه، منو کنار بچه کشته شدم، بچه که کشتم منو کنار اون دفن کنید، نمیخوام مردمی که هیچ وقت به من کمک نکردن، هیچ وقت کنارم نیمدن سر خاکم بید. این بی نام و نشانی، این که یه دختری در سرزمین ما بخواد که اثر نداشته باشه، واقعا مثل یه دختری که داره جامعه معنوی ما رو زیر سوال میبره، جامعه‌ای که به شدت عرضم به حضور شما ادعای معنویت داره. حالا من نمیدونم چرا امشب به نامه اعمالی اشاره میکنم که انقدر حجم داره به دست چپ ما میدن، انقدر ما دلیل داریم برای گذشتن از انسانیت در خیابانهامون، در کوچه‌هامون که حد نداره. چقدر ما میتونیم دلیل بیاریم بگیم که مثلا من دنبال زندگی خودم بودم، من دیگران باید به این مسائل میرسیدن. این دلایل، این نامه ها، این گفتارها، این متن نوشته ها، در یه جلسه من تلاش کردم این ذهنیت رو باز کنم که جامعه به دنبال یک متن نوشته میگرده تا اون قامت خودش رو، تا اون رشادت خودش رو، تا اون وجدان خودش رو همیشه نسبت به اون متن نوشته تصحیح کنه. متن نوشته هایی که از رفتار انسانی به وجود میاد، وقتی انسانیت انقدر نازل شده باشه که ما اگر بخوایم متن نوشته بنویسیم در مورد انسانیت، اون شامل گذر از این کودکان، شامل عبور از فرزندان جامعمون، شامل نادیده گرفتن ها، شامل به من چه مربوط باشه، یا شامل فرض کنید کاغذ نوشته هایی باشه که بعد ما بودجه گرفتیم، بودجه های سرشار گرفتیم، جمعیت به خیلی جا نامه داد و تبدیل شد به کوه بهمن بودجه که یه گوله برفش هم به دست این بچه ها نرسید. شما نگاه کنید، نشگی مواد مخدر بعضن میاد روی ذهن فرد معتاد اثر میذاره. اگر فرد معتاد به اصطلاح با غیرت باشه، اعتیاد باعث افزایش لجام گسیخته غیرتش میشه. یعنی اون مواد مخدری که سطح به پاخیزی ما رو بالا میارن مثل شیشه، این باعث میشه که شخص غیرتش فرض بفرمایید 100 برابر بشه. حالا بعضا میگن که شیشه تا 150 برابر هر حسی رو بالا میاره، که بعضا شنیدیم برای مسائل جنسی و برای خیلی چیزا استفاده میشه. شما فکر کنید چه تکلیف وحشتناکی زن و کودک تو این خونه دارن. بعضیش واقعا آدم شرم میکنه صحبت کنه. ولی این بحث غیرت و بدبینی باعث میشه که این بزرگواران وقتی شیشه مصرف میکنن دیگه جسم و جانی به اون زن نحیف نذارن. ما مکرر رفتیم خونه‌های عزیزانمون و دیدیم که سر و صورت زن و کودک خانواده به شدت آسیب. یعنی شاید اون بزرگوارانی که همیشه میگن برای فرق شکافته گریه میکنن، بیان این فرقهای شکافته رو واقعا با چشم ببینن، ببینن چه جانی از آدم فرسایش. نازیلا تعریف میکنه که بالاخره مادرم کم بود، چقدر بد کتک میخوره. من و خواهر و برادرم فهمیدیم کم آوردم، وارد زیر زمین میشه. ما هم به عجله خودمون رو وارد زیر زمین میرسیم. براش اصلا مهم نیست که حالا اول میگه برید بیرون، برید بیرون. وقتی میبینه نمیریم بیرون، سمجیم، در رو روی ما میبنده با یه قصه وسط صحنه یا اون زیر زمین تاریک با میسه. ماهی بلندش که با شپش بیجون شده میبنده پشت سرش. این بچه همیشه تصویر بستن موی پشت سر داشت، مویی که خیلی مواقع توی دستای پدر در حال
عاطفی میگن، زور آزمایی بود. از قبل یه ماده آتش‌سا مادر آماده کرد، نفت، بنزین، کامل رو سر خودش میزن. بچه ها جیغ میزنن، مادر مات زده، بهت زده، بی تفاوت به هر فریادی خودشو شعله بر جلوی چشم این بچه ها. خونه به هم میریزه، بچه ها دارن جیغ میزنن. مادر اینه یه شمع تو اونجا شروع میکنه سوختن. بچه ها بالاخره در پیکری پیدا میکنن، خودشونو به بالای ساختمون میرسونن. پدر نازنین متوجه میشه، به زیر زمین میره. اعصابش به شدت به هم ریخته مثل همیشه. مگه یه بار اعصاب غیر به هم ریخته داشتی؟ مگه شیشه و مواد مخدر قراره چه خوبیتی به ما بده؟ چرا کسی اینو پاسخ نمیده که؟ چرا کسی نمیاد بگه که مواد مخدر چه روشنی داره که من اگه ازش صحبت کنم روشن نمایی باید بکنم؟ خب این کلن سیاهه دیگه. چرا کسی نمیگه که وقتی مواد دست مردم میدیم انگار شیطون تو زندگی مردم آوردیم؟ چرا کسی نمیگه اگر شیطون تو زندگی مردم آوردیم، پدران و مادران رو شیطان کردیم، تکلیف این بچه ها چی میشه؟ چرا کسی نمیگه که این زندگی که برای مردم ساخته شده زندگی نازیبایی است و این نازیبایی رو ما مسئولیم؟ این مرد وارد زیرزمین میشه، وارد پرپر زدن یه زن میونه شعله های وحشی آتش. صحنه رو که میبینه قصهش میگیره که چرا چرت نشگیشو پرونده زد. کمربند میکشه، با مشت و لگد زنشو خاموش میکنه. زنو میاندازه توی اتاق بالا، زنی که درجه سوختگیش خیلی عجیب و سخته و بی تفاوت به هر کسی که بخواد به این زن کمک کنه از فامیل و آشنا، میذاره این زن در سوختگی خودش بمیره. نازیلا خیلی وقتا این سر رو داشت، این درد رو داشت، این پرپر زدن رو داشت. یه عزیزی زد در بک چنل به من زده، یعنی این داستان جمعیت امیدوار کننده میشه. الان تو پاکدشت این دختر من که فوق‌العاده دختر نازنینی هم هست، داره به بچه ها و به مادرهای دیگه که دارن خیاطی میکنن کمک. ولی اون مادر سوخت، شاید از ستا دختری که میتونستن مادرهای نازنین سرزمین ما بشن یک نازیلا گرفتن، مثل چیزیست که عیسی به مرقس میگه تو از فردا ماهی خواهی گرفت، ولی ماهیت انسان ها خواهند. بیام در مورد دختر دیگریم صحبت کنم که اسمشو گذاشتیم درسا. درسای نازنین که واسه نقاشی های تیرو تارش جلوی پای من میدوید، میپرید و خوشحالی میکرد. خیلی واقعا تلخ و دردناکه که یه روزی جای نقاشی های درسا تو همون نمایشگاهی که ما راه انداخته بودیم، من اومدم و دیدم یک عکاسی از جمعیت یه نمایشگاه رو انداخته که این نمایشگاه قرار بود مردم بیان ببینن. تو این نمایشگاه عکس درسا و مادرش هم بود. در مورد این عکس صحبت میکنم. یه روز توی یه ذره عقبتر برم نه یه خورده عقبتر برم در مورد ببینید بعضی از مادران واقعا یه چیز غریبی هست. یعنی
حالا من خیلی از این زنان یادم میاد که واقعا غریبن، فوق‌العاده عزیزن. ما امشب خواستیم به مقام مادر واقعا صحبت کنیم. من نمیدونم اگر رنجنامه مسیحایی نبود، اگر کسی در این جهان مریم نمیشد، آیا اصلا اعتباری برای زنان ما قائل بودیم؟ اگر ما مقدسی مثل مریم نداشتیم که بیاد بگه فرزندان خدا رو در نظر بگیرید، اگر مسیحی نداشتیم که بیاد بگه که فرزند خدا داره به خاطر ما شلاق میخوره، اگر نمی اومد بگه که نگاه کنید این کودک انسان است که داره بر جبر خدایان بر صلیب کشیده میشه، یا کودک خداست که داره اختیار انسان در صلیب میمیره، اگر این بزرگواران رو نداشتیم شاید واقعا این صحنه ها رو هم نداشتیم. ما حالا بچه ها توضیح دادن این مادر نازنین، مادری که عرضم به حضور شما توی اون خونه کوچیکی که یه حیات، فرض کنید قد یه اتاق خواب ما چقدره، یه حیات 10 متری، چه میدونم 10 متر مربع، یه حیات فوق‌العاده کوچیک که اون تقریبا یه سکوی داشت که میشد اون سکو نشست و این حیات کوچیک رو مشاهده کرد. درسا 6 سالشه، گفتم خدمت ما برای دیدن درسا همیشه مجبور بودیم پای حرفای این پدر خودخواهش مثل شاگرد محتاج نمره به تلمز نشگویای این معلم اعتیاد میشید. آقا این حرف میزد و بعد در این پاسوختگی رفت آمد بیشمارمون به کلانتری محله، چندین مرتبه که مراجعه میکردیم شکایت، این مرد افسار و اعصاب گسیخته بیان ببینید چی کار داره با این زن خانوادش میکنه، و هر بار مجبور بودیم برای دیدن این بچه آب بشیم، نون بشیم، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد به این مرد معتاد باج بدیم تا بذاره درسا و مادرش رو تو اون دود و دم و درد واقعا ببینیم یا اندکی برای اینا حق قائل بشه. واقعا اینم بدبینی مطلق داشت، بدبینی که مخدر در ذهن این غیرتشو به هزار رسونده. بعضی از اینها واقعا زن و بچه هاشون رو اسیر میکنن، انباری میاندازن. چقدر ما بعدا مجبور شدیم زن و بچه هایی رو از دست این بزرگواران خونه هاشون رو جا به جا کنیم. شاید الان عزیزی که برای من تو بکشنل زد یه ذره امیدوار شاید داستان میشه. بله، تعداد زیادی ما خونه عوض کردیم، پدر رو به جا گذاشتیم تو محله اعتیاد، زن و بچه رو از محله بردیم یه جای دیگه براشون خونه گردیم. شاید دعاهای این عزیزان بود که روی پل صراط باریک بازجویی ها واقعا نمیذاش ما تون آتیش بیفتیم. یه صحنه عجیبی هست، یه روز رفتیم خونه، این پدرشون رفته بود یه شوق عجیب غریب پیدا کرده بود که با اون بدبینی اعتیادش نمیخواد، یه گالش سبز رنگ لجنی خریده بود تو خونه هم دور دور میکرد. بعد یه همت بالا پیدا کرده بود، حیات شوری هم میکرد، خانواده هم امیدوار که نگاه کنیم بله این بالاخره مردمون از دود و دم برخواسته داره یه حرکتی میکنه. رها کنیم این داستان، اینجا رها کنیم. من معمولا می نشستم توی خانه هنر، چون اونجا تقریبا همه از جمعیت یه خانه داشتن دیگه، اونجا خانه بود که من بیشتر کار میکردم، بچه هم محلهای مختلف میومدن. حالا یه جای میسم بلده با بچه ها فوتبال کار کنه، من بلد بودم با بچه ها عرضم به حضور شما تئاتر رو از این چیزا کار کنم. نشسته بودم برای خودم توی اون اتاقی که درست کرده بودیم بهش میگفتیم به اصطلاح گالری، و محو نقاشی بچه ها بودم. یه زنگ در اف اف رو در نظر بگیرین، سکوت خونه رو میشکنه.
نمیدونم، به اشاره یک نفر اف اف میجه در باز میشه. یکی از اعضای جمعیت رو تو تاریکی میبینم که دستگیری یه زنیه که چادر رو سرش کشیده، رو سر فرزندش هم این چادر رو حجاب کرده. میان از پشت در میبینم، میگم اینا کیان که اینطوری خودشونو تو چادر پیشیدن. حیات کوچیکه، حیات خیلی کوچیکه. ما تو محله محروم خیابون شاپور تونسته بودیم یه خونه ای را بیندازم. میرسم به گلوی راه رو، صدای درسا توی پنجره خونه میپیچه تو اون گلوی راه رو. سراپا همیشه این بچه صداش میومد، من شوق میشم. عرضم به حضور شما به پیشواز این نازنینمون میریم. درسا بود اما دیگه نبود. چند باری شنیده بودم از تهدیدهای بدبینانه مرد شیشه زده. چادر و مادر کنار میره، تمام اندامم از ترس کرخت و بی‌حس میشه. اسید همه هندسه یا عاطفه و صورت و مادر رو سوزوند. خیلی واقعا وحشتناکه که آدم حس معصومیت، تصویری که از یه چهره داره، خاطراتی که از یه چهره داره، حالا اینطوری ببین. نه رد تربیت اخم مادرانه، نه برق شوق چشماش از دیدن نوبنو شدن فرزنداش، نه ترخند لبی که بر قضا و قدر زندگی میزد وقتی گوشه حیات میشست، نه گونه که عشق بر اون بریزه، نه چشمی که عشق بر اون بریزه. مادر صدای نفسام حقیقم رو میشنوه. ببینید من یکی از دخترام هست، اگر یه دفعه بیاد بعد چند سال من میبینمش، واقعا فقط ساعت ها من گریه میکردم جلو پایین عزیزم. خیلی مواقع شده که من واقعا نمیتونستم جلو خودمو بگیرم. کورمال تاریکی های روزگار به زحمت، زحمت تردید، مادر بر صندلی میشه. شب که همه خواب بودم، پدر ناگهان بر این موازی عشق و مادر و فرزند، من تلاش میکنم کلمات ارزش اون صحنه، ارزش اون درد رو واقعا داشته باشه، با ظرف پر از اسید عمود میشه، محکم اون پوتین لاستیکی سبز لجنیشو بر گلوی مادر میذاره، پیت اسید رو سر روشون خالی میکنه، غلط ماهیوار مادر بر خاک نفسگیری، تلاش برای در آغوش گرفتن فرزند در مقابل اون سوختگی عظیم، همه اینا تو نیمه راست بدن مادر که به دقت میشد دید انگار کودکش رو به قلبش فشرد. از اون اسید بدبینی تلخ، از اون اعتیاد حفاظت کرد. درستان بی صورت شد، اما نه به اونقه بی صورتی مادرش. اینجا سالن تئاتر بود، اینجا من خوشبین بودم که خودم و تئاترم و کنار بچه هم پیدا میکنم، دیگه لازم نیست جایی برم. یان زانوی گرستنم منو به زمین میدوزه،
یه بازیگر صحنه‌ام که حالا نقشم گم کردم، دیالوگم رو فراموش کردم، نقابای بازیم ریخته. خیلی شبا تو این جمعیت فکر کنم عذاب. از خودشون پرسیدم من اینجا چی کار میکنم. بالاخره مواد مخدر و یقه سفیدا توی مملکت من اینجا چی کار میکنم. تو اون عشق و زاری ها بودم، تو اون بدبختی ها بودم، تو این بدبختی ها هستیم، توی این بن‌بست ها هستیم، توی این فشردگی سخت‌تر از هر انفرادی هستیم، توی این عذاب قبر هستیم، توی این تنهایی هستیم، تو این سالایی که حتی صدامونو به گوش کسی هم نتونسته بودیم برسونیم هستیم که درسا میاد مثل همیشه. منو از اون صحنه زمینگیری با عشق و معصومیتش، با کارگردانی عشق و معصومیتش بلند مانوی نازنینم، مادر نازنینم، خواستیم مرهم زخمات باشیم. حالا تو که سراپا زخمی، این مادر مرد با اون عفونت سخت. عکس این مادر و این بچه یه روزی توی گالری جمعیت پیدا شد. تعداد زیادی از این زن‌ها و بچه ها بودن و متاسفانه یه بخشی از جمعیت تبدیل شد به بخشی که رسیدگی کنه به زنایی که از بدبینی شوهرای شیشه زده شون مورد شدیدترین آزارا قرار میگیرن. نمیدونم این شبو میشه تموم کرد. وقتی یادم میاد یه آدمی با فامیل نازنین توحیدی ساعتشو توی یکی از کلاس ها میذاره زیر چونش، دستشو زیر چونش، وقتی که من دارم صحبت میکنم تصویر منو میگیره، این تصویر منقطع در مورد خیمه و قرمه و مردمی که معنویتشون رو تو این چیزا پیدا میکنم ولی کنار فرزندان سرزمینشون نیستم. نمیدونم چی میشه گفت، نمیدونم واقعا چی میشه گفت. خوشحالم اگه جرمم اینه که کنار فرزندان سرزمینم باشم، ولی از جهل این ایام واقعا آدم زجر میکشه. بذارید این حق برای ما بمونه که کنار فرزندان سرزمینمون بودیم. حسین عزیزم واقعا ته داستان فکر میکنم بچه ها تو این شرایط که قرار میگیرن این عجز دردناک باعث میشه که آدم بگی که واقعا دیگه نمیتونم جمعش کنم. یه چیزی من آخرش بگم، تا حالا همه اعضای جمعیت رو تو این شرایط خدا جمع کرده. خیلی الان من میام میبینم تو این کانال هر روز تو این کلاپاس این است که خدا نیست، خدا هست. خدا همون مسئولیت و غیرت و آگاهی یک انسانیه که وسط جبر تاریخ ایستاده و میگه تاریخ رو باید به دستای خودم کنار کودک سرزمینم بنویسم. خیلی مواقع کنار ما بوده و کمکمون کرده، هر بار که شکستیم دوباره قد بکشیم. هرچند که الان خیلی بد شکستیم،